درود بر دوستان گرامی به یک برنامه جدید خوش آمدید. امروز میخوام باهاتون در مورد رپتایل ها صحبت کنم. در واقع امروز میخواستم باهاتون در مورد ارتعاش زمین و تأثیری که روی ما داره صحبت کنم، اما دیروز صبح یکی از دوستان برام یه فیلم واتساپ فرستاد و وقتی نگاش کردم اصلا داشتم شاخ در میآوردم. اول یه ذره شوکه شدم، بعد عصبانی شدم، ولی بعد به خودم گفتم حالا بیا و موضوع رو از یک زاویه دیگه نگاه کن. و وقتی از یک زاویه دیگه نگاه کردم موضوع رو، خوشحال شدم، چون پیش خودم گفتم ببین چقدر تاثیرگذاری که دارن یه همچین چیزی در موردت میگن. و به همین دلیل ولی تصمیم گرفتم امروز در مورد رپتایل ها صحبت کنم، چون روزی نیست که به من نگن هویت خودتو آشکار کن، تو رپتایل هستی. و یه کوتاه این فیلم رو الان بهتون نشون میدم، یه چند ثانیه‌ش رو که بدونید من اصلا دارم در مورد چی صحبت میکنم. اگر نه سالیان سالی که بشر با مدیتیشن و تمرکز ایجاد آرامش واسه خودش کرده، این سوداگران روح که خیلی هاشون بساط کاسبی از این راه باز کردن و بعضی هاشون هم دستی بر جادوگری دارن و به اسم خودشناسی و عرفان و آرامش با روح و مال دست بر جادوگری دارن. نمیدونستم جادوگرم هستم، کاشکی بودم. چقدر کارم راحت‌تر راه میافتاد. در هر صورت، ولی امروز میخوام باهاتون در مورد رپتایل ها صحبت کنم و چند تا نکته هم یادداشت کردم که فراموش نکنم، چون در واقع اصلا نمیخواستم راجع به این موضوع صحبت کنم. در هر صورت، میدونیم که میلیاردها سیاره وجود دارن و فکر این که توی این میلیاردها سیاره فقط کره زمین توش زندگی و حیات وجود داره، خب این هر چقدر دید آدم بسته باشه یه چیزی که غیر ممکنه بتونه قبول بکنه. و میدونیم که در سال 1945 بود فکر میکنم که یه سری مدارک پیدا شدن که مربوط به بودن و وجود فرازمینی ها بود، که در یک منطقه به نام ایریا 51 یا منطقه 51 حتی یه سری از اونا رو پنهان کردن از دید ما، چون نمیخوان که ما بفهمیم که اینا وجود دارن کلن. حالا اینا چه موجوداتی هستن این فرازمینی ها؟ اونا خب خیلی انواع و اقسام دارن، ولی انواعی که خیلی اینجا نفوذ زیادی دارن رپتایل ها هستن، یعنی خزنده ها هستن که البته اونا خودشون انواع و اقسام دارن، و ولی رپتایل ها اونایی هستن که خیلی نفوذ زیادی اینجا دارن. ببینید در واقع انسان ها نیستن که میخوان فرمان دنیا رو در دست بگیرن، بلکه رپتایل ها هستن که به شدت دارن ما رو کنترل میکنن و توی همه ما دارن نفوذ میکنن. آیا تا حالا فکرشو کردید که در واقع همه ما درون توهم بزرگی داریم زندگی میکنیم؟ یعنی در واقع هممون هنرپیشه‌های یک فیلم بزرگی هستیم، ولی انقدر توی توهم غرق شدیم که حتی خودمونم نمیدونیم که ما هنرپیشه یک فیلمی بیش نیستیم و ما فقط اون چیزی رو دریافت میکنیم و اونقدر آگاهی بهمون میدن که خودشون میخوان ما داشته باشیم، ولی کافیه یه ذره پامونو فراتر بذاریم فوری کات میکنن، چه بسا که خیلی ها رو تا حالا کشتن. ارتعاش اونا خیلی پایینه، به همین دلیل نمیتونن مدت زیادی روی زمین بمونن. البته اینم بهتون بگم که اونا ما رو به بردگی در آوردن، اما پشت خود اونا باز یک نیروی عظیمتر و بزرگتر و قویتری هست که اونا رو داره هدایت میکنه، یعنی اونها هم برده های یک نیروی بزرگتری هستن. حالا اون نیروی بزرگتر چی هست؟ اون حالا دیگه بماند، ولی در هر صورت اونا دارن اذهان ما رو کنترل میکنن و نفوذ بسیار شدیدی دارن و اسلحه اصلی اونا اون نفوذیه که میتونن روی ما داشته باشن. اونا از چی تغذیه میکنن؟ تغذیه اونا از انرژی منفیه که از ما صادر میشه. یعنی چه انرژی؟ یعنی ناراحتی، افسردگی، خشم، عصبانیت، حسادت، قضاوت، ترس، تمام این چیزا تغذیه اوناست. و کافیه ما بشینیم شبا اخبار رو نگاه کنیم، فوری به هم میریزیم.
چه جوری حالا این تغذیه انجام میشه. خب یه چیزی که برای چشم ما قابل رویت نیست، اما وقتی که ما ناراحت میشیم، عصبانی میشیم، افکار بد داریم، احساسات بد داریم، این احساسات بد رو به بیرون ارتعاش میدیم و یک موج ایجاد میشه و این امواج دارای اطلاعات هستن، اطلاعات منفی اگه ناراحت باشیم، و اونا حالا دیگه نمیدونم به چه صورت ولی اون رو جذب میکنن و این یک جاروبرقی تغذیه میکنن از احساسات و ناراحتی ما. بنابراین خب اونا میخوان ما ناراحت بشیم که تغذیه بشن. یادمه وقتی که پسرم بچه بود، دفعه باش رفتم سینما و یک کارتونی رو به نام مونستر آگه، من نمیدونم به فارسی میشه، چه میدونم کارگاه دیوها یا جنها یا همچین چیزی میشه ترجمهش. داستانش این بود که فکر میکنم شما حتما دیدید، داستانش این بود اگه درست یادم باشه که دیوها بچه ها رو میترسوندن و از ترس اونا انرژی برق تولید میشد. ببینید یعنی در واقع هالیوود چقدر قشنگ داره یه چیزایی رو به ما نشون میده، یعنی وحشت اون بچه ها، ترس اون بچه ها ایجاد انرژی میکرد و اونا تغذیه میکردن از این انرژی و برق توی شهرشون درست میکردن. میگفتن خب ما باید بچه ها رو بترسونیم که برق داشته باشیم، و به همین ترتیب هم رپتایل ها عمل میکنن و ما هم واقعا شدیم بردهای اونا. اونا نمیتونن مدت زیادی روی زمین باشن چون ارتعاششون خیلی پایینه، و به همین دلیل چیکار کردن؟ برای اینکه بتونن شبکه خودشون رو وسعت بدن، شروع کردن به تولید مثل، و تولید مثل نه با خودشون بلکه با انسان‌ها، و یه چیزی درست کردن به نام هیبرید. هیبرید یعنی نصف انسان نصف رپتایل، و اینجوری تونستن شبکه‌شون رو وسعت بدن و همه جا نفوذ کنن. اونا در رأس هرم قرار دارن، یعنی در رأس تمام اقتصاد، صنایع داروسازی، در رادیو تلویزیون، و همشون هم آدمای پولداری هستن، از خانواده های اشرافی هستن. یکی از هیبریدهای خیلی مشهور جورج بوش هست که نصف رپتایل و نصف انسانه. حالا میدونم باز خیلیاتون میگین واه چه چی زدی، معلومه که جنسش خیلی خوب بوده، اما ازتون میخوام که یه مقداری وسعت دیدتون رو باز کنید. اینه که شما اصلا نمیخواد یه سری چیزها رو قبول کنید مال نفوذ اوناست. اگر شما فرشته ها رو قبول دارید، شیطان رو، وجودش رو قبول دارید، پس چرا رپتایل رو قبول نداشته باشید؟ ما 13 تا رشته دی ان ای داریم ولی فقط 2 تاش فعاله. ما میتونیم اونا رو دوباره فعال کنیم. این شخصی که این ویدیو رو ساخته و میگفت ما نباید چاکراهامون رو فعال کنیم، برای چی میگن فعال نکنید؟ چون اگه ما چاکراهامون رو فعال کنیم، انرژی داخل بدنمون رو فعال کنیم و بخصوص چاکرای دلمون و چاکرای قلبمون رو فعال کنیم، عشق پخش میکنیم. اگه عشق پخش کنیم، اونا میخوان از چی تغذیه کنن؟ پس اینجا جای سواله، آیا من رپتایل هستم یا اون کسی که یه همچین فیلمی رو درست میکنه؟ تو این فیلم از کسان دیگه هم صحبت هست که کاری نظیر کار من رو انجام میدن، و خب مسلما همه ما مورد حمله قرار میگیریم. امروز صبح دیدم که من اولین بار که یه فیلم یوتیوب درست کردم در تاریخ 27 نوامبر 2017 بود. امروز 30 نوامبر 2020، یعنی دقیقا 3 سال و 3 روز پیش من اولین ویدیومو درست کردم، و الان وقتی که اونا رو ویدیوهای قدیمی رو نگاه میکنم میبینم که چقدر واقعا تغییر کردم از اون موقع تا حالا، و الان پیش خودم میگم اصلا برای چی شروع کردی به این کار، و اصلا نمیدونم چرا این کار کردم، ولی انگار یه چیزی، یه نیروی پشت سر من به من میگفت این کار رو انجام بده، و الان واقعا خوشحالم که شروع کردم به این کار. نمیدونم تا کی ادامه بدم ولی فعلا هستم. حالا هر چقدر میخوان از این فیلم ها برای من درست کنن مهم نیست اصلا. در هر صورت هدف باید، یعنی هدف و مقصد و ما باید رو این بذاریم که
از توهم بیایم بیرون، یعنی از ماتریکس بیایم بیرون. باید بیدار بشیم. وقتی که من روی کانالم اسم بیدار شوید و گذاشتم، هنوز اصلا تا این حد اطلاعات نداشتم و الان فکر میکنم واقعا چه اسم خوبی رو برنامه‌ام گذاشتم، چون این چیزیه که من میخوام، بیدار شوید. ببینید، من میدونم که هنرپیشه یک فیلم بزرگی هستم، ولی خودم هنوز نتونستم از توی اون فیلم بیام بیرون، از ماتریکس بیام بیرون. ولی حداقل میدونم که یک هنرپیشه هستم، میدونم که چیزایی که میبینم توهمن، تمام تصویرهایی هستن که خودم ساختمشون. و چرا ساختم؟ چون خواستم بسازم. ولی خب الان با هر روز که میگذره یک قدم بیشتر میتونم بیام بیرون از توی این توهم، و امیدوارم شما هم تلاش خودتون رو این موضوع بذارید که ما هم بتونیم دوباره به صلاحیت هامون دست پیدا کنیم، رشته های دی ان ای مون رو بتونیم دوباره فعال کنیم و رپتایل ها رو از روی زمین پرت کنیم و بندازیم بیرون. روز خوبی داشته باشید.